منصوبین ریاست انتک وزارت امور داخله به سلسله دستاوردهای گذشتهشان این بار دو تن را در پیوند به کمیشن کاری در توزیع پاسپورت بازداشت کردند. افراد بازداشت شده در ده مورد اخذ پول از شهروندان زیر عنوان توزیع پاسپورت دست دارند. نامش نسیم است. در گفتگویی که با او داشتم به جرمش اعتراف کرد. در جریان اعترافاتش دریافتیم که هرچند با این ترفند تا اکنون ده ها هزار افغانی پول نقد را به جیب زده است، اما هیچ پاسپورتی برای مشتریان ساده لوحش نداده است. ده تقریبا یو نیم میاست موږ دا کار کوو، تر اوسه د امارت اسلامي لخوا موږ ونیول سو. گلچهره اسم مستعار خانمی است که فریب نسیم و همکارانش را خورده و برای اخذ پاسپورت مجبور شده است تا بیشتر از 27 هزار افغانی پول نقد را به نسیم و همدستانش بپردازد. اینا از پیش ما 27500 گرفت، گفت ما بر 3 نفرتون پاسپورت میگیرم. این شماره را گرفت و زنگ زد و پیسه را گرفت، میتیو را گرفت، تلفونا را گل کرد، با دیگه چیز مرام پیسه مرام برد. دیگه از همشهری های خودم تقاضا میکنم که دیگه فری بیت آدم ها را نخوره. مسئولین کشفی ریاست پاسپورت جریان مکالمه افراد بازداشت شده با برخی از مشتریانشان را در اختیار ما گذاشتند. محتوای این مکالمه ها بیشتر روی چعنزنی نرخ ها هست. بله. شما امارت کردارین یا جمهوریت؟ جمهوریت کار دارم جناب. بچه کجا سنده؟ آله فعلا ما روز اینم امروز زنگ میزنم روانشان کنم، اگه خودم امنا آمدم کارشان اجرا میشه؟ مولوی ابوذر که عملیات بازداشت این افراد را رهبری میکرد تاکید دارد که در حال انکشاف بیشتر این قضیه و بازداشت همه کمیشنکاران هستند. اطمینان میدهد که ساحه فعالیت را به این گروه از افراد خلافکار تنگتر خواهند ساخت.